اگر به فکر فروش خانه خود هستید، عوامل متعددی می تواند بر سرعت و قیمت فروش ملک شما تاثیر گذار باشد. برای آشنایی با این راهکارها با پرشن وب تی وی باشید. وقتی تصمیم به فروش خانه خود دارید، مطمئنا قصد دارید که در کمترین زمان و بهترین قیمت کار را انجام بدید. خانم زرگرزاده، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌کنید؟ عوامل بسیار زیادی هست. که ما با توجه به چند نکته کوچیک میتونیم تاثیر خیلی بالایی داشته باشیم برای به سریعتر فروش رفتن منزلمون سادگی شرط اول زیباییه باید وسایل اضافه رو جمع بکنیم خونه رو تمیز بکنیم چمن ها رو بزنیم برف ها رو پارو بکنیم اگر خونه به علت اینکه مدت زمانی توش زندگی کردین یه سری کسیفی ها و زدگی ها روی در دیوارش به وجود اومده با خرج کردن مکسیموم 200 دلار اونها رو از بین ببریم شما حتی با نورپردازی درست میتونین این کار را انجام بدین. فرموش نکنید یک قصر وقتی نورپردازی اشتباه داشته باشه میتونه به صورت یک خرابه جلوه داده بشه و یا بالعکس یک خونه کوچیک میتونه با نورپردازی درست به صورت یک قصر جلوه داده بشه آیا این تغییر تحول شامل فرزن نقاشی، موکت شوهی، تمیز کردن پنجره ها این میشه مسلما هر چیز کوچیکی میتونه تاثیر داشته باشه وقتی یه خریدار وارد یک خونه میشه چیزی که باید توجهش رو جلب بکنه فضای اون خونه طراحی اون خونه است نه وسایل توش و یا کسیفی و خرابی های آن در واقع شما میفرمایید که بخش روانی موضوع خیلی حساس از خریدار باید مجاب بشه به خریدن اون خانه درسته بعد احساس راحتی بکنه ما میتونیم این راحتی رو به سادگی ازش با شلوغی بگیریم ولی اگر همه چی به آرومی پیش بره و اون خریدار احساس راحتی بکنه تصمیم گیری خیلی راحت تر براش خواهد بود تبلیغات چطور تبلیغات چقدر میتونه موثر باشه تبلیغات خیلی تاثیر بزرگی داره چه حالا از طریق ایجنت چه از طریق شخصی باید اجازه بدین که ساین روی پراپرتی گذاشته بشه یک مشاور برای شما تبلیغ میکنه در روزنامه های محلی فلایر پخش میکنه از وبسایت هایی مانند MLS استفاده میکنه و خونه شما رو توی بازار میذاره محدودیت زمانی نباید گذاشت برای نمایش دادن منزل شما وقتی سر کار هستین و یا به دلیلی خونه نیستین این رو باید توجه داشته باشین که اون زمان میتونه تنها زمان آزاد یک خریدار باشه پس با محدودیت زمانی این اجازه رو ازشون میگیرین که خونه شما رو ببینن و بخرن ممکنه راجع به قیمت گذاری قیمت درست و دقیق برای فروش خانه ها برای ما صحبت کنیم قیمتگذاری خیلی مهمه قیمت یک ملک باید به قیمت روز بازار باشه وقتی دو تا خونه به طور مثال توی مارکت میاد توی یک منطقه با یک مشخصات ولی با تفاوت قیمت سی هزار دلار یا 20000 دلار بدون دلیل نمیتونه باشه. آیا خونه که گرونتر به علت اینه که بیسمنت کامل داره و یا بازسازی شده هیچ گرونی بدون دلیل نباید باشه شما با کمک مشاورتون و با استفاده از امکانات مارکتینگ که در اختیار آنها هست میتونین قیمت روز ملکتون رو به دست بیارین و با خونه های اطراف یک مقایسه بکنین و به نتیجه برسین. میدونیم که در بازار فروش املاک بای اونر هر فروشنده میتونه خود خودش رو شما چه سوسی میفهمید آیا بهتر هست و حتما بهتر هست که با مشاور املاک در تماس باشن یا اینکه فرقی نمیکنه خودشون هم میتونن منزل خودشون اگر بفرد. استفاده از کمک یک مشاور بکنن مسلما تاثیر خیلی بالاتری خواهد داشت الان در جی تی ای به طور مثال بیش از سی هزار ریال سریجن هست و ما با استفاده از برنامه های اینترنتی مانند MLS و مارکتینگی که داریم خونه شما رو میتونیم به تمام این سی هزار نفر آفر بکنیم پس اگر دنبال قیمت مناسب و فروش سریعتر هستین باید از کمک یک مشاور استفاده کنین پس بذارید با هم دیگه مروری داشته باشیم فهرسوار به اون چی که با هم به گفتگو نشستیم چگونگی نمایش شامل سادگی، حذف وسایل اضافی خانه و نورپردازی درست و, از همه مهمتر نحوه فروش و قیمت گذاری. با تشکر از شما. با خانم پروانه زرگرزاده مشاور املاک بودیم. شما بیننده پرژن وب تیوی هست.